ولی خب شما توی جامعه های غربی هم حتی اگه این توی چی میدونم توی رزومتون باشه، یعنی که بدونن، باعث میشه که قابلیت که پیدا کردن کار برای شما به شدت میاد پایین. برای بچه های شما اگه در بچه داشته باشین هزینه میشه، برای خانواده شما هزینه میشه. یعنی شما نمیتونین خب بگید حتی اگه اشتباه نیست به نظرت این فشار جامعه روی نفر. بله اشتباه هست، درسته، نه اشتباهه، ولی شما باید این هزینه ها رو در نظر بگیرید. شما نه تنها برای خودتون دارین هزینه ایجاد میکنین، برای خانواده خودتون هم دارین به شدت هزینه ایجاد میکنین. خب مثلا شما بله دیگه باید این اون کسایی که آوانگاردن پیشروان این هزینه ها رو میدن و این ذهنیت جامعه رو عوض میکنن. تو قضیه همجنسگرا هم همین بود، چقدر هزینه دادن این افراد همجنسگرا تا ذهنیت جامعه رو عوض کنن نسبت به این افراد. به نظر من افرادی که تنفروشی میکنن اینو با انتخاب خودشون و نه جبر جامعه، نه با انتخاب خودشون توی جامعه ای که انتخاب میکنن برن سمت این کار، خب این افراد به نظر من این هزینه رو قبول میکنن. انگا، تهمت ها، این فوشایی که آیا اخلاقیه که این هزینه ها رو برای بچه خودت بپذیری؟ بچه که انتخاب نکرد. آقا مثلا بچت میره، مثلا فرض یه مادری مثلا بره تنفروشی بکنه، خب، و بچهش مثلا میره مدرسه، بهش میگن که مثلا تو مادر جنده ای یا اینا، خب، و همه هم بدونن که این واقعیت داره و این توی جامعه زندگی میکنه که این برای بچهش کلی هزینه داره، یعنی بچهش تمام دوران مدرسهش رو باید با این شرم توی جامعه‌ای که این یک تابو هست زندگی بکنه، این مادر اینو این زندگی رو برای بچه خودش انتخاب کرده، این غیر اخلاقی نیست؟ به نظر من که اصلا فرزند آوری غیر اخلاقیه کلا. به نظر من اصلا بچه چون حالا اون یه بحث نه اون یه روز بحث یه روز دیگه است. آره خب؟ حالا اگه شما بچه داشتید، خب فرض کن بچه داشتی پشیمون شدی که چرا من بچه، یعنی حالا فرض کن که فهمیدین غیر اخلاقیه، ولی حالا به اضافه اون غیر اخلاقی بودن اون، اگه شما یه کاری دارید میکنید که بچه شما خودش اینو برای این هزینه رو برای خودش انتخاب نکرده و شما دارین باعث یک فشار از طرف جامعه به بچه‌تون میشین و این باعث میشه که ایموشنال دمیج داشته باشه بچه شما، یعنی از لحاظ روانی همش بهش اذیت و آزار بشه، این غیر اخلاقی نیست که یه مادری با بچه‌ش هم چیکار بکنه؟ متوجه شدم، اینو باید انتخاب کنی دیگه. این واسه خودم الان دارم فکر میکنم بین دوتا کاری، کار درست اینکه اون کارو تو میخوای انجام بدی ولی از این برام این صدمات جامعه برای خودت باید انتخاب بکنی. تو برای بچه داری الان بچه اگه من بخوام انتخاب کنم، نه اگه من نمیدونم، این یه خود سوال سختی الان دارم میخوام بهش فکر میکنم، ولی خب این آره دیگه تناقض دیگه، باید ببینیم کدومو انتخاب میکنی. یه بعضیا میان اینو انتخاب میکنن که بچه‌شون این آسیبا این فشارهای جامعه رو وارد نشه. کدومش اخلاقیه؟ به نظر من کار درست انجام بدی اخلاق، یعنی به نظر من که آره اون کاری که دوست داری رو باید انجام بدی، ولی حالا فرزندت هم حالا اون شرایط پیش میاد، به نظر من اون مرحله بعدیه، یعنی اون چیزی که واسه خودت درست میدونی و انجام بدی، ولی حالا تو مرحله بعدی واسه بچه‌هات، افراد نزدیکت، پدر مادرت، بعد دوستات، اینا اگه اون تاثیراتش تاثیرات مخرب داره دیگه اون مرحله بعدیه، ولی مهم خود اول شخصه که کار درست انجام بده، اون کاری که میدونه درسته و باهاش خوشحاله. اوکی حالا آرمین آیا این اخلاقیه که جامعه اصلا همچین هزینه‌ای رو برای فرزندت ایجاد بکنه؟ نه اون که اخلاقی نیست. اوکی ولی ایجاد کرده بابا. آره؟ ایجاد کرده، حالا شما چیکار می‌خوای بکنی؟ من اون کاری که درسته رو انجام میدم، به بچه خودم همونو یاد میدم. نه ببین تو نمیتونی این فشار اجتماعی هستی که فشار اجتماعی که حذف نمیشه با حرف زدن شما با بچه. چرا حذف میشه؟ نوید چرا حذف نمیشه؟ نه زنید این حرف آقا فقط با کارش همجنسگرایی و مگه الان قبیح میدونن؟ خب همین افراد تلاش کردن به بچه هاشون هم یاد دادن. همجنسگراهایی که تلاش کردن زندگی خودشون رو هزینه کردن. خب شما زندگی همینه دیگه، هزینه میدن. بله یه سری افراد هزینه میدن. آره ولی شما بچه تون رو داره هزینه میده، شما نباید اینو به بچه خودتون تحمیل بکنید، این غیر اخلاقی میشه. حالا تو بله مسئولیت اولش برای جامعه ایه که همچین فشار غیر ظالمانه ای رو داره به شما میاره، مسئول اولشونه. شما تحمیل نمی کنی که این کارو، جامعه داره تحمیل. شما چرا فکر میکنی شما با شما چون آگاهی داشتید از اینکه جامعه اینو تحمیل میکنه، خب باید مسئولیت اینو بپذیرین که شما اینو آگاه بودین و بچه‌تون رو در همین شرایطی گذاشتین. یعنی ما اگر میدونیم که جامعه یک
کاری و یه کار اشتباهی انجام میده، ما کار درست رو انجام نمیدیم که اون جامعه اون کار اشتباهو انجام نده. ببین اخلاق، اخلاق با اخلاق بس رنج. خب دوست من ببین، شما اگه میدونی تو جامعه به اشتباه امروز صبح تا بعد از ظهر دارن با چاقو و بچه‌ها رو میکشن، کار اونا غلطه، ولی شما هم اگر بچت نگی و اجازه بدی این کار رو بره بیرون، شما هم داری کار غیر اخلاقی میکنی. اما آره. من یه سوال ازت دارم. نه بذار این حرف قبل از اینکه آره یه لحظه آرش مثال خیلی خوبی زدی. مثلا این میمونه که مثلا تو به بچت یاد ندی که مثلا از خودش چجوری دفاع بکنه. خب مثلا توی محله خیلی بدی زندگی میکنی، بعد مثلا همه پدر مادرها دارن به بچه‌هاشون یاد میدن که چجوری از خودشون دفاع بکنن، تو به بچت مثلا اینو یاد ندی، بعد بگم ای تو چه پدر بدی هستی، چرا اینو به بچه یاد نمیدی، مگه نمیدونی تو چه محله بدی زندگی میکنی؟ میگه ای اگه مثلا بچه منو کار زدن، مگه تقصیر منه؟ اونا کار زدن، تو فکر میکنی یعنی مسئولیتش با کسی که کار زده؟ نه من دارم یاد میدم، ولی نه منظور من نمیفهمی. من میگم که درسته که مسئول اولش کسیه که ضربه رو داره به بچت میزنه، خب ولی تو هم به عنوان یک پدر مادر یه مسئولیت حفاظت از بچت رو داشتی، مسئول اول نیستی، ولی خب میدونستی و یه کاری رجم ندید. ببخش آرش چیز دیگه میخواست بگه. آرش بگو. مرسی. ببین اگر در مقابلت من به عنوان یه والد این شغل رو دارم و میدونم به بچه‌م یه رنج غیر ضروری وارد میشه، اما در مقابلش میدونم اگر این شغل رو انجام ندم رنج بیشتری به بچه‌م وارد میشه، و با توجه به اینکه مثلا نمیتونم هزینه‌هاشو تامین کنم یا یه شغل بهتر که از لحاظ مالی بتونم هزینه‌های فرزندم رو تامین کنم ندارم، اون موقع با توجه به اینکه این کارم باعث کاهش رنجش میشه اخلاقی میشه یا نه؟ آره دیگه اون موقع اخلاقی میشه، چون شما هزینه رو آگاه بودید، سودش هم آگاه بودید، دیدین سودش از هزینهش بیشتره، یعنی بالاخره بچه از لحاظ روانی روش فشار میاد، از این هزینهش کمتر از گرسنگی و یعنی نداشتن چه میدونم پول برای خرج بر بچه. آره دیگه اون موقع اخلاقی میشه. ولی مثلا عقب نشینی کنید دیگه، عقب نشینی میکنید در مقابل جامعه، در مقابل فرهنگ سنتی جامعه، حالا تو هر مواردی، حالا این تنفروشی بود، تو هر مواردی بررسی میکنی، بعد شما میگه عقب نشینی میکنی. آقا یه ذره سرعت رو ببریم بالا، ما الان نیم ساعته. باش فریدون ممنون از شما، با ببریم سراغ نفر بعد. جمهوری بی خدایان.